سلام دوستان حامد هستم از کانال خودتون مستای مر و مبحثی که شروع کردیم بحث ترکیب توابع اف او و اینا دوستان پله پله میخوایم بریم جلو و تمام نکات ریز رو بهتون بگیم پس کاملا حواسا جمع باشه تا خوب یاد بگیریم دوستان یه سوال یه تابع تک زابطه ای آماده کردم که داریم میبینیم گفته fx رو داده به من تابع دو تا ضابطه داره خب بله برای ایکس های بزرگتر از سه یک ذابطه من دارم و ایکس ها من اگر از سه کوچکتر باشند یا مساوی سه باشند یه ضابطه دیگه این یعنی چی دوستان من یه سوال مطرح کنم قبلش بعد با همدیگه کار کنیم میگم اف رو به من بگو f صفر خب آقا صفر رو باید برم جاگذاری کنم جای x خب بچا تو ضابطه بالا باید بذارم یا پایین چون هر جفتش x داره برای اینکه تشخیص بدم کدوم ضابطه کارایی داره به جلوش نگاه میکنم اون قسمتی که نوشته x بیشتر از سه x کمتر مساوی سه به اونجا باید نگاه کنید بچه اونجا یه اسمی هم داره میگیم دامنه قسمت دامنه سوال بچه تو اونجا نگاه بکنین خودش مشخص کرده میگه با زبان ریاضی میگه این بالایه چی میگه میگه x بزرگتر از 3 باشه با من کار کن یعنی با x من رادیکال x بالا به 4 کار کن همون نگه یعنی عددی که دادن اگر از 3 بزرگتره با ضابطه بالا کار کن اما اگر عدد ما از 3 کمتر بود یا خود خود 3 بود از ضابطه پایین برو بله حل شد اف صفر رو میخوام صفر عددی است از سه کوچکتر پس ببین این ورودی من صفر دیگه صفر از سه کمتره قبول دارین پس بچه اون ضابطه پایین دست به کار میشه میگه بیا داخل من جاگذاری کن من صفر رو قرار میدم میشه دو تا صفر میشه صفر به علاوه سه صفر به علاوه سه میشه سه پس اف صفر خیلی راحت میاد سه مثال بچه ها اف منفی یک چنده خب آقا اف منفی یک دوباره با همون تحلیل ضابطه پایینیه کار انجام میده چون x های کمتر از سه رو گفتیم پایینی انجام میده آقا منفی یک از سه کمتره پس همون پایینی دست به کار میشه حالا منفی یک رو قرار میدم دو تا منفی یک ببین اینجا قرار میدیم توی این ضابطه دو تا منفی یک منفی دو منفی دو به علاوه سه چند میشه؟ میشه چی؟ میشه همون یک دیگه نه؟ چون مثبت یک بعد آقا F F 6 رو میخوام حساب کنم آقا F 6 خب کدوم ضابطه کار میکنه؟ بالایی کار میکنه چرا؟ چون X هاش از 3 بزرگتره 6 آقا از 3 بزرگتره پس میرم سراغ بالایی و هر جا X میبینم جا 6 مینویسم پس جواب میشه چی؟ 6 منهای رادیکال چند؟ 10 ده کجا آمد خب آقا 6 با 4 ده دیگه و چه رادیکال ده دیگه روند نیست و همین شکل میمونه پس جواب شد 6 منهای رادیکال ده و تمام این شد مفهوم این عدد گذاری ها دیگه ساده شد دیگه بریم سراغ حل خود سوال اینا رو گفتم که دیگه آشناشین با این مباحث خب من پاک کنم اینا رو با اجازه شما که دیگه جا درست کنیم و خود سوال حل کنیم خود سوال گفته است F F5 به علاوه F F1 خب دیگه یاد گرفتی دیگه به سرعت میشه حلش کرد بچه از داخل پرانتز شروع کن داخل اولین پرانتز نوشته است F5 بچه F5 چند شد؟ میگیم F5 5 پنج؟, پنج برای بالاییه پس در ضابطه بالا جاگذاری گذاری کن میشود 5 منهای رادیکال 5 به علاوه 4 نه خب بچه رادیکال 9 رنده چون رنده یه ها چی میسن سه میسن پس رادیکال ها همیشه سه در نتیجه جواب میشود 5 منهای سه که این میشه دو یعنی یه هایی بهتون بگم تر و تمیز بنویسیم آقا اف 5 شد دو F5 شد دو حالا میام سراغ لایه بعدی دو تا لایه بود دوستان میخونم F2 دو دیگه نه این F بیرونیه با این دوی که توشه میخونم F2 انگار سوال شد f دو خب حالا این چنده؟ خب دو ورودی من دوه دو کدوم ضابط کار میکنه؟ باری کلا پایینیه چون X کمتر از سه داره دو از سه کمتره دو رو بیام پایینی قرار بدم جای Xش دو قرار بدم میشود دو دو تا چهار تا بلا هفت پس بچه ها کل اینجا کل اینجا کل اینجا شد هفت این از این بریم ادامه F F یک آقا داخل پرانتز F یک F یک چنده خب کدوم ثابته F یک از سه کمتره پایینیه بله جواب میشود پنج دیگه چرا چون یک قرار بدم دو تا یک دو بله سه پنج و از دور F5 خوانده می شود F5 جواب شنده این پنج رو کجا بذارم؟ میگیم زابطه بالایی چون از سه بزرگتر شد اوکی پس پنج رو قرار میدم می شود پنج منهای رادیکال نه بله و جواب می آید دو درسته؟ رادیکال 9 شد سه و پنج منهای این 3 میشه دو پس کل جواب اینجا هم شد دو بله حالا هفت که جواب کل اینور بود و دو جواب کل اینور نهایتا به 9 میرسیم و این تست حل کردیم اوکی؟ تا یه مستایی دیگه خدا نگهدار